با سلام و درود به اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران خوش آمدید. من سهراب چمنآرا هستم و هر هفته به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستم و بحث همیشگی ما درباره تغییر قانون اساسی در ایران بوده و خواهد بود، چون تنها راه نجات ایران به اعتقاد ما تغییر قانون اساسی هست. البته هرچند امروزه از خود رژیم آقای باهنر پیشنهاداتی دادن برای تغییر قانون اساسی و مقالات زیادی هم در ایران در این مورد چاپ شده و افراد مختلفی در موردش صحبت کردن، ولی میخوام اینجا عرض کنم که هر اتفاقی که به این شکل بیفته که آقای باهنر گفتن در مورد تغییر قانون اساسی، درست همون ضد انقلاب های زمان 100 سال پیش آفریقاست. به این شکل که هر موقع یک نهضتی در آفریقا شروع می شد و یک عده‌ای به خاطر استثمار انگلیس ها در آفریقا و یا فرانسوی ها در آفریقا سر بلند می کردن و محبوبیتی پیدا می کردن، انگلیس ها و فرانسوی ها می آمدن یک چیزی شبیه اون چیزی که اون حرفایی که اون طرف میزنه درست میکردن و با تبلیغات خودشان بین مردم این شایع میکردن و بعد اختلاف مینداختن بین این دوتا قهرمانی که درست شده، یکی قهرمان واقعی و دیگری قهرمان که انگلیس و فرانسوی ها درست کردن. به این میگن ضد انقلاب که توطئه او به اصطلاح بنیانگذارش انگلیس ها و فرانسوی ها در آفریقا بودن. اون چیزی که آقای باهنر گفته بیشتر یک ضد انقلاب تغییر و جنبش تغییر قانون اساسی، چون اون چیزی که همه ما از 20 سال پیش مردم میگفتند یک تغییر بنیادی در تمام قانون اساسی است، یعنی اصلا مقدمش برچیده بشه از اصل یک تا آخرش، شما نگاه کنید همه چیزهای خوب خوب توش هست ولی آخرش یه چیزی اضافه کرده طبق قانون و اون قانون کی تعیین میکنه، بعد میگرین به اصل 110 که قانون همه چیز در ولایت فقیه که در اولین قانون اساسی که نوشته شد وجود نداشت و بعدن اینها وارد قانون اساسی شدن. حالا ممکنم هست که بیان یک کاری بکنن، بگن فرض بفرمایید یک رئیس جمهور یه نخست وزیر درست بکنن، بعد یه خورده اختیارات بدن به نخست وزیر، یه چیزای همچین شکلی، و بعد بگن بفرما ما هم گفتیم تغییر قانون اساسی و ما تغییرش دادیم. این همون ضد انقلابی است که عرض کردم خدمتتان. بنابراین این از اتفاقات هفته گذشته بود که باید در موردش یه صحبتی میکردیم. دیگری بحثاس در مورد قرارداد 25 ساله و ملاقات آقای رئیسی با آقای پوتین و اینها اصلا فرقی نمیکنه به حال ما، به حال ملت ایران. برداشتن تحریم ها، توافق نامه در برجام، چون دفعه قبلم در اوائل انتخاب آقای روحانی 100 میلیارد دلار سپرده های ایران که به سبب علت این تحریم ها بلوکه شده بود آزاد شد، یعنی درست 100 میلیارد دلار باید می آمد توی حساب دولت که خرج می شد. اگر شما خبردار شدین به چه به سر این 100 میلیارد دلار آمد، ما هم یک خبری از اون پیدا می کردیم و می گفتیم. برحال اون چی که هست و نیست این است که دزدی ها همینطوری ادامه داره و غارت به طور کلی ادامه داره و تنها راهش هم تغییر قانون اساسیه، چون هر روز شما خبری میشنوید از سلطان این سلطان اون، اینقدر ارز گم شده و تمام اینها برمیگرده به اینی که خب از هر پروژه ای، از هر فروش نفتی باید اینقدر پرداخت بشه و از این حرفایی که معموله و همین ادامه داره تا زمانی که قانون اساسی در مملکت عوض بشه. ما باید
پی اینه به تنمان مالیده باشیم که وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه. به هر حال امروز اون چیزی که من میخواستم در این جلسه با شما صحبت بکنم در مورد نوع دروغ هایی بوده که ما ایرانی ها از شاید بگم از 50-60 سال پیش دیگه بهش عادت کردیم. منتها اینها رو باید تفکیک بکنیم بین دروغی که گفته میشه و دروغی که ما باید خودمان قبول بکنیم. میدانیم که دروغ ولی حرفی در موردش نمیزنیم. اینه که الان اگر شما در دارالعلوم معارف های اینترنتی خیلی ساده سرچ بکنید که دروغ سفید و دروغ سیاه چه هست، اونجا شرح کلیش شما میبینید. من یک متنی در این مورد نوشته بودم که این الان از رو میخوانم که صحبت امروز ما بیشتر روی نوع دروغ سیاه و سفید باشه. من در این نوشته که بعداً حتی زیر این کامنت ویدیوی خودم میگذارم در یوتیوب و حتی در فیسبوک خودم اینطوری نوشته میشه: هموطنان گرامی، دروغ دو نوع می باشد، دروغ سیاه و دروغ سفید. شرح آن را در دارالعلوم معارف و اینترنت بخوانید. دروغ سیاه برای سود دروغگو و صدمه زدن و فریب دیگران است. دروغ سفید برای فریب خود به کار می رود و علت آن نداشتن اعتماد به نفس است. دروغ در کشورهای داخل ایران و خارج ایران، جدا از هم و بیخبر از هم دیگر، ایرانیان در داخل ایران و ایرانیان در خارج ایران اکثرا این نوع دروغ میگویند. دروغ سیاه در داخل ایران را فردوسی این چنین شرح داده: زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دیناندر آرند پیش. دوباره میخوانم: زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. در خارج ایران فردوسی نمیتوانست در این مورد شعری بسراید، چون یزدگرد سوم پیش از فرار از تیسفون سرمایه در خارج نداشت و فامیل و دوستان ثروتمند و تحصیل کرده ایرانی در خارج ایران هم نداشت. آخوندها به دلیل حفظ منافع خود و در تلاش برای به دست آوردن ثروت فراوان و قدرت بیشتر، هم نوعان خود را فریفتند. این نوع دروغ حتی در رفتار حیوانها نسبت به هم نیز مشاهده می شود. اما دروغ سفید نابخشودنی است، چون این دروغ انسانها را به پرتگاه نابودی می برد. با دروغ سفید دیگران را فریب نمی دهیم، بلکه خود را فریب می دهیم، به اندازه ای که تصویر بیرونی ما با واقعیت درونی ما تفاوت دارد. اگر جرأت اعتراف داشتید، در کامنت های این پست می توانید یک نقطه شروع باشید. بنویسید دلایل خودتان را در مخالفت با این نوشته و گفتار بنویسید. در داخل ایران جنبش تغییر قانون اساسی شروع شده و فقط آنها که منشأ و از بیانیه 14 تن برای تغییر قانون اساسی صحبت می کنند به زندان می روند و شکنجه می شوند. دروغ سفید در خارج ایران یعنی به جای پیشنهاد دیگری گفتارها و نوشتارها یا تهدید است یا فحاشی، و اگر مؤدب باشند بازگو کردن خوشی‌های گذشته، اسطوره‌سازی از کارهای دو پهلوی فقید، نخواندن و نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه که به مراتب پسمانده‌تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، و چاپلوسی مریم رجوی و رضا پهلوی. که البته این هم لینک سخنان این هفته، عنوان این ویدیو این دروغ سیاه و سفید، رژیم آخوندی و دروغ سیاه مریم رجوی و رضا پهلوی و دروغ سفید چاپلوسان این دو
برای هفته چهارم بهمن ماه 1400. ببینید، ما مشکلمان همینه، یعنی اینکه در ایران انقلابی شد که حالا شما اگر پای صحبت چاپلوسای رضا پهلوی بنشینید، همه حرف از این میزنن که خب رضا شاه دانشگاه درست کرد، راهن درست کرد، محمد رضا شاه دانشگاه و تمام این همه تحصیل ها، این تمام یعنی یک اسطوره هایی میسازن و بعد میگن که در سال 57 مردم یک باره همین کور و کچل ها و بی سواد ها و توده ای ها و جبهه ملی ها دیوانه شدن، شورش کردن و فرشته را از ایران اخراج کردن و یک دیو جاش آوردن و این داستان ماست. حالا بعدش بعد از سالها میگفتن که بله اینها گواتالوپ بود و دیگه عرض کنم شرکت های نفتی بودن، توطئه کردند و شاه فقید از ایران بیرون کردند و آقای خمینی آوردند و بعدش هم سالها میگفتن که بله این کارتر بود، توطئه کارتر بود آورد و اینا. بعد از 30 سال بعد از انقلاب اسناد CIA که دیگه اینا بعد از یک دوران 30 ساله اینها منتشر میشن، یک اسناد سریش و همه، حتی نامه خصوصی کارتر به شاه با خط خودش، یعنی اصلا رسم نیست در تمام دوران تاریخ این آمریکا که یک رئیس جمهوری با خط خودش یک نامه‌ای به یک پادشاه دیگری بنویسه. اینها هست، همه نشان میده که حتی بعدش هم چطور شد. آقای رضا پهلوی که 3 سال 4 سال قبل شاهنشاه آریامهر برای عیاشی فرستاده بود آمریکا با 100 میلیون دلار فقط پول تو جیبی اون موقع، که میشود گفت به پول امروز ممکنه بیشتر از 1 میلیارد دلار باشه، و بعدش هم تازه یه حقوقی تعیین کردن برای آقای رضا پهلوی که یه عده میگن حدود 100 هزار دلار در ماه به مدت 8 سال تا آخر دوران ریگان به آقای رضا پهلوی پرداخت میشده به عنوان یک سمبل شاهنشاهی رضا شاه دوم از دولت آمریکا حقوق بگیره. و بعدش هم چی شد؟ این تمام این دورانش ما گذاشتیم، جنگ شد، بعد از جنگ 10 سالم دوران سازندگی بود، اصلا حرفی از این نبود به غیر از هر خبری هم از رضا پهلوی شما پیدا می کردید، عیاشیهاش بود و عکساش با خانم شعر، خوش هیکلترین خواننده اون موقع 30 سال 40 سال پیش آمریکا. و بعدش هم خب مجاهدین هم در ایران مشغول بودن، بعدش هم با صدام آمدن همکاری کردن، با ایران حمله کردن، بعدش هم اونا آمدن یه 10-12 سالی با تحت تحریم آمریکا به عنوان یک عده تروریست بودن، بعدش هم خب حالا آمدن بعد از 10 سال پیش 10-12 سال پیش اینها دوتا رو به عنوان مترسک درست کردن در مقابل جمهوری اسلامی. آقای رفسنجانی هم که خب با آقای رضا پهلوی رابطه حسنه پداشت و بهترین اپوزیسیون از نظر اون بود، آقای نوه امام خمینی هم می آمد آمریکا، آقای رضا پهلوی هم با ماشین خودش می رفت مثل شوفر تاکسی، ایشان از فرودگاه بلند می کرد می آورد و آقای خاتمی لانسه می کرد آقای رضا پهلوی اگر یادتان باشه، اینا حرفای 10-15 سال پیشه. بعدش هم در ایران یک جنبشی پیدا شد به نام جنبش سبز که یک اختلافی بود داخلی بین خودشان، بین گروه آقای خامنه ای و آقای رفسنجانی، که تمام جنبش سبز هست سال 1388، یعنی 12 سال پیش. از 12 سال پیش که این جنبش در ایران شروع شد و بیشتر ربط پیدا میکنه به تغییر قانون اساسی، چون شعار اون موقع این بود رأی من کو، یعنی همون چیزی که در رأس چیز قانون اساسی هست که مردم رأی بدن و حکومت پارلمانی باشه، حکومت مردمی باشه. اون موقع این آقا آمد برای خودش شورا درست کرد، بعدش هم فرشگردی درست کرد و بعدش هم ققنوس، داستان شوراش همه میدانن. تا برمیگردیم میرسیم به سال 1398،
یعنی 10 سال بعد از جنبش سبز که 14 نفر آمدن حرف زدن از اینکه آقا قانون اساسی باید عوض بشه به همین سادگی در یک کلام. و بعد آقای خامنه ای همون اصل 110 باید از بین بره و ایشان استعفا بده. یعنی جنبش تغییر قانون اساسی اونطور که ما تعریف کردیم و در وبسایت قانون.org گذاشتیم در 8 مرحله انجام میشه و با بیانیه 14 تن ما در مرحله 4 هستیم، یعنی از 2.5 سال پیش باید وارد مرحله 5 بشیم. یعنی وقتی است که تحریم های آمریکا هوشمندانه میشه، یعنی تحریم روی غارتگران ایران میگذارن به جای ملت ایران، که در اون صورت در مرحله 6 فشار به حکومت آخوندی شروع میشه و اون با داخل ایران شروع به مذاکره میکنه. در مرحله 6 و 7 انتخابات مجلس شورای ملی انجام میشه. در مرحله 8 قانون اساسی حکومت پارلمانی نوشته میشه. در مرحله 9 که اصلا بحث ما نیست آقای رجوی یا خانم مریم رجوی یا آقای رضا پهلوی می توانند برن ایران، اگر توانستن رأی بیارن در مجلس شرکت بکنن یا اینکه در رفراندومی شرکت بکنن که آقا ما شاه می خواهیم داشته باشیم که آقای رضا پهلوی شاش بکنیم یا اینکه آقای خانم مریم رجوی رئیس جمهور بکنیم، در مرحله 9 اینه که اصلا جز بحث ما و استدلال های ما نیست. ولی متاسفانه در آمریکا که تنها کشوری است که در داخل ایران میتوانه با تحریم‌های خودش نفوذ داشته باشه، این دوتا عامل هستند، یعنی فرقه مریم رجوی و فرقه چاپلوسان رضا پهلوی، که با این حرکات و سکنات خودشان نمیگذارند ما وارد مرحله 5 بشیم. یعنی اگر این دوتا همت بکنن و اونها هم مثل اون چیزی که ملت ایران میخواد دنبال تغییر قانون اساسی باشن، شما مطمئن باشید آمریکا میاد اینه بررسی میکنه. چون ما استدلال های خودمان کردیم به انگلیسی و در یک وبسایتی به نام iranianamerican.info گذاشتیم، اونجا قانون اساسی جمهوری اسلامی به انگلیسی نوشتیم، پیام فرستادیم به مدت 4 سالی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود که آقا شما آقای پامپئو آقای ترامپ اگر میخواید فشاری به اینجا بیارید، فشار بیارید رو قانون اساسی، بیارید قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوانید. ما اینها رو نوشتیم اونجا، گفتیم، ویدیوهاش هست، برید گوش بدید iranianamerican.info. و حتی زیر اینه برای اینا آندرلاین کردیم که اینها قانون اساسیشان اصلا قانون اساسی نوشتن برای ضدیت و تروریسم با نسبت به آمریکا. خب البته ما نمیدونیم، بعد از شاید بگم 7 سال 8 سال که هی دائم با وایت هاوس نامه می نوشتیم اینا، ما فهمیدیم که آقا اینا اصلا برنامهشون یه چیز دیگه است. یعنی این که در یک کتابی که من نوشتم مال شاید بگم 10 سال 12 سال پیش، ایران در زنجیر مثلث نکبت، اونجا توضیح دادم که اصلا فقر و فلاکت و بحران عامل نگهدارنده رژیم آخوندیه. در مورد فقر و فلاکت، خب الان شما میبینید که هرچه فقیرتر بشه، هرچه فلاکت در ایران بیشتر بشه، آخوندها قوی تر میشن، دروغگویشان زیادتر میشه، دروغاش سفیاشان زیاد میشه، فلاکت زیاد بشه، دوباره اینا بحران هم باید درست بکنند که اینا بتوانن آمریکا و انگلیس و روس و چین و اینا اسلحه بفروشن. و از فروش اسلحه هم اگر که شما یک عامل ایران از معادلات سیاسی بردارید، میبینید که فروش اسلحه به صفر میرسه، شاید به هیچ برسه. در اون صورت شما میبینید که درسته اینا اینقدر به اصطلاح بهش میگن ردریک به انگلیسی، به این بیاد میکشمت و نابودت میکنم فلان میکنم و اینا، در حقیقت از زیر پشت پرده حمایت میکنن، چون اونا عامل ایجاد بحران هستن که اینا بتونن اسلحه بفروشن.
بنابراین امیدی هم نیست که آمریکا از تغییر قانون اساسی و گذار تغییر تحریم ها حمایت بکنه، ولی یک امید هست و اون این که اینها زمانی که عربستان سعودی اسرائیل به رسمیت بشناسه، و ما بارها اینه گفتیم زمان دیگه بحرانسازی ایران تمام میشه رژیم آخوندی، و اون موقع است که میشود امیدی داشت. ولی در این مدت برای ثبت در تاریخ آقای خانم مریم رجوی و آقای رضا پهلوی میتوانند لااقل این دروغ سیاه و سفید خودشان نگن، تا اینکه ملت ایران در آینده در مورد این افراد یک قضاوت خوبی داشته باشه. ولی اینها شما بیاین در صحبتاشان گوش بدید، همش همینه، چاپلوسای رضا پهلوی با بله در زمان شاهنشاه آریامهر و رضا شاه ایران گل و بلبل بوده و ما در این خوشی ها بودیم، و بعدش هم کارتر توطئه کرده، شرکت های نفتی و گواتلوپ توطئه کردند، ما را بدبخت کردند، همه مقصر اینا هستند، و الان تنها راه نجات ایران همین آقای رضا پهلویه. خود رضا پهلوی بعد از این بیانیه 14 تن کارهاش در اگر یادتان باشه پیام نوین آورد، بعدش شروع کرد دولت در تبعید درست کرد که همه بهش قندیدن که آقا این مسخره بازی ها چیه دولت در تبعید. بعدش خودش بعدش گفت جمهوری ها شد، یه چیزی هم درست کرد نه به جمهوری اسلامی و بعد جمهوری ها شد، که بعد شهرام همایون نخیر آقا تو وظیفه داری، تو اعلیحضرت زادشاه دوم هستی، بعد گفتن که به کمک سه چیز ما باید این رژیم سرنگون بکنیم: یک، پرچم، دو، رضا پهلوی، سه، کانال یک، شهرام همایون. یعنی با این سه چیز میخوان برن رژیم عوض بکنن. اصلا اینا از حالت دروغ سفید و سیاه دیگه آمدن بیرون، از دروغای مسخره دارن میگن. یعنی شما بعد خود آقای رضا پهلوی بعد از مدت ها میاد در مصاحبه با صدای آمریکا، وایس آف امریکا، اون خانم اسمش یادم رفته که الان هم خیلی مشهور هست، با یه آقای دیگه در وایس آف امریکا برای پیام نوروز با ایشان مصاحبه میکنن، خودش و خانمش هم بعد از مسخره بازی ها و شوخی و جد که کی ظرفا رو میشوره، کی چیکار میکنه تو خانه، کی خریدم از این چیزا، بعد شدید که یه سوال درست حسابی کردن، گفتن آقا شما میخواین برگردین به ایران، نمیدونم شاه بشین. خانمش گفت آقا ما سه تا دختر داریم، اینا دیگه حالا نگفت اینا حتی فارسی هم حرف نمیزنن، برای ما زندگی اونا مهمتر، اصلا آب پاک رخ بود دست همه که آقا ما اصلا ایران بر نمیگردیم. آخه یکی نیست از این چاپلوساش بپرسه آقا این کسی که شما میخوای رهبرش بکنی الان خودش داره میگه ما اصلا ایران بر نمیگردم. آخه این چه فرماندهیه، چه رهبریه که اصلا جرأت نمیکنه؟ چرا؟ چون اینا اصلا ذاتن هم همینطوری بوده رضا پهلوی، و زمان همون زمان ریگان که این ماهی 100 هزار دلار حقوق میگرفته بهش پیشنهاد میشه که آقا ما در جنگ ایران و عراق یه جزیره آمریکا میگیرن و شما برید در اونجا اصلا حکومت خودتون درست بکنید باشید و ما حمایت میکنیم از تون، این ناوگان ششم میاریم دوربر اون جزیره، حالا یا قشم یا کیش یا هر جایی باشه اونجا شما رو میذاریم. آقا تو جلسه در مقابل تمام این آقای رضا پهلوی سوال میکنه خب اگه نشد چطوری فرار کنیم؟ ببین اینها از اون موقع تو فکر فرار، اصلا براشون ایران مهم نیست، اصلا براشون هیچ چیزی مهم نیست. حالا با مجاهدین خب کارشان مبارزه و جنگیدن با ایران بوده، این لااقل این خاصیت داره، بنابراین آمریکا هم این دوتا حمایت میکنه به عنوان مترسک. به هر حال این مشکل اساسی ماست که ما در آمریکا گرفتار این دو گروه هستیم، و این دو گروه هم که خب وضعیتشان معلومه، برای درآمد شخصی خودشان مجبور هستن که این دروغ‌های سیاه بگن، و طرفدارانشان هم باید دروغ سفید بگن. این
اساس و چیزی است که الان ما در آمریکا بهش گرفتار هستیم. به هر حال این صحبت امروز ما و وقت ما هم تمام شده. تا هفته آینده خدا حافظ شما.